و همین باعث شد که ما یه شوهر خوب، خوشقد و بالا، خوشیکل برای بچه‌م پیدا کنیم. یکی میاد خونه‌تون میگه وای گربه داریم، وای موه گربه. خوش اومدیم به کانال تو ام تی. دقیق بشین. خیلی تو کامنت ها به ما گفته بودین که راجع به گربه ها هم یه ویدیو بسازیم که چجوری نگهداری گربه و اینکه چه شرایطی میخواد و اینکه اصلا زندگی کردن باهاشون چجوریه. اولا که این بچه اسمش کوکیه، پسرمونه. این بچه هم خیلی لوسه، اسمش دکمه است، دکمه خونه ماست، خیلی لوسه. ببینی؟ وقتی طلا اومد یه چند وقت بعدش، یه 6 ماه بعدش طلا فهد شد. حالا فهد شدن یعنی چی؟ یعنی به زمان جفتگیریش رسید که خیلی زود این اتفاق افتاد. یعنی 6 ماه هم کمتر بود. معمولا تو گربه ها بعد 6 ماه فهد میشن، ولی برای طلا کمتر بود این تایمه. بعد دیگه ناله میکنن گربه های ماده، خیلی ناله میکنن، بعد خودشونو میمالن به زمین، خودشونو لوس میکنن، بعد خیلی اذیت میشن. یعنی هر کسی که ببینه واقعا اذیت میشه، دل آدم میسوزه براش. ولی گربه های نر که فهم میشن گوشه گوشه خونه نشونه گذاری میکنن. یعنی چی؟ یه ذره جیش میکنن. بعد جیش نیستا، اسپری میکنن اون جیششون رو. جیشه ولی اون شکلی نیست. همین باعث شد که ما نرسیم طلا رو زود عقیم کنیم. گفته بودن که این تو حین این که فهله ما اصلا نمیتونیم عملش کنیم، باید صبر کنیم. گفتیم اوکی صبر میکنیم، ما بچه نمیخواستیم. و اینکه بفرمایید که دخترم اینجا هستن، دختر بزرگم. همین باعث شد که ما بگیم خب بعد از اینکه فهلش تموم شد عقیمش میکنیم. ولی تموم نمیشد، یه هفته تموم میشد دوباره شروع میشد، دوباره همون حرکات رو میکرد. تمام تا بیا بریم اون ور که نفس. بعد کجا بودم؟ آها، طلا هی فهم میشد، یعنی اجازه نمیداد که ما عقیمش کنیم. و همین باعث شد که ما یه شوهر خوب، خوشقد و بالا، خوشیکل برای بچه‌م پیدا کنیم. بعد یه مدت هم که فهمیدیم حامله است، شکمش بزرگتر شد، سینه هاش اومد بیرون. یعنی این نشونه هاییه که توی چیز هست، یه گربه یه حامله هست. بعد توی سونوگرافی معلوم شد که 2 تا بچه داره. آها، از زایمانش بذارید بهتون بگم. زایمان طلا ما نبودیم خونه، خودش خدا رو شکر تونسته بود زایمان کنه. البته ما بودیم هم کمکی نمیتونستیم بکنیم، ما فقط در این حد که ناز و نوازش و اینا، ولی ما نبودیم. همون کارم طلا خودش انجام داد. وقتی برگشتیم خونه دیدیم بچه هاشو از ترسش برده توی خاکش قایم کرده. اول اینکه خیلیاتون میپرسین که با موی گربه چی کار میکنید، و خیلیاتون فکر میکنید که چون اینا موهاشون کوتاهه موهاشون نمیریزه، در صورت که هیچ فرقی نداره. موهای گربه ها هر نوعی هم که باشه ریزش داره، و برای ما که الان 3 تا گربه هم هستن خیلی بیشتره. من تقریبا هر روز جارو میکنم و اینکه سخته دیگه، این موه خیلی سخته، ولی خب برای ما دیگه فرقی نداره. تلخان من داره غذا میخوره و یه تان غذا میخوره. و اینکه اون موه از همه سختره، چون میدونی من اینو قبول کردم، محمد اینو قبول کرده که این مو هست و هیچ ضرری هم واقعا هیچ ضرری نداره. اینکه
خیلی هاتون میگین که یعنی این چیزیه که تو ذهن ما از بچگی افتاده، ما بابا هامون مادر بزرگ پدر بزرگامون کردن تو ذهنمون. گربه ها خیلی جای دستشون رو یاد میگیرن، خیلی زود یاد میگیرن چون توی غریزه شونه. بعد خیلی راحته که ما مثلا سگ و بعد حواست باشه که همیشه یه جا دستشویی کنه یاد بگیره، ولی برای گربه اینجوری نیست. شما اگه خاکش هم عوض کنی، یه بار جای خاکش رو عوض کنی، مثلا من بذارم تو اتاق از دستشویی بیارم تو اتاق، یه بار طلا رو بذارم توی خاکش یاد میگیره و این به بعد میره تو اتاق توی خاکش دستشویی میکنه. ولی به خاطر اینکه ما سه تا گربه داریم و یه ذره بر ما شاید بو بده، من گذاشتم توی حموم. بیا نشون بده. گذاشتم توی حموم که هم هواکش دارم روشنه و اینکه اینجا راحت‌ترم دیگه. از همون اولم توی حموم بود، برای طلام توی حموم بود، برای بچه هم گذاشتیم توی حموم. یه بار گذاشتیمشون توی خاکشون دیگه یاد گرفتن. فقط یه بار. واقعا گربه خیلی دستشوی کردنش راحته. دیگه از چی بهتون بگم؟ غذا. ما اول رویال میدادیم، بعد دیگه کم کم هی گرونتر شد گرونتر شد و بعد دیگه پیدا نشد پیدا نشد و ما یه غذای ترکیه پیدا کردیم. رویال میگفتن چند کیلویش؟ 1.7 اونی که میگرفتیم 80,000 تومن، الان 2,000,000. آره بعد اون مثلا همین اندازه بود، فکرم کمتره دیدیم. آره همین اندازه بود، 80,000 تومن شد. یه بابا 1.5 اینا رو کم میخری؟ دو کیلوی اینا رو شما بردید، من نمیدونم، فکر میکنم نزدیک 900,000. آره نزدیک 900,000 تومن. کوکی گشتک هم نمید چون حسرک سر بره میاد غذا میخوره، سهم بقیه رو میخوره و همین باعث شد که اینقدر این بچه ما توپل بشه. و اینکه کوکی هم بچه ها عقیم شده، کوکی هم عقیم شده به خاطر اینکه کوکی هم خیلی زود فهم شد و ما شانس آوردیم که زود فهمیدیم. و عقیم سازی گربه نر خیلی راحت تر از گربه ماده است. چند تا چیزی که کلن اول بیا بریم اسکرچ ها نشونتون بدم. این خیلی مهمه به خاطر اینکه اگه از بچگی داشته باشن یاد میگیرن که ناخوناشونو اینجا بکشن، دیگه روی مبل نمیکشن، چون اگه روی مبل ناخوناشونو بکشن مبل قشنگ کاملا ریش ریش میشه و خراب میشه. ولی چند تا چیزی که راجع به گربه خیلی مهمه و یه چیز کلی هست، یکی همین اسکرچره که باید از بچگی داشته باشن تا یاد بگیرن روی این ناخوناشونو بکشن، و آب و غذا و دیگه جای خاک و این چیزای چیزای کلیه. و اینکه به این فکر نکنید که ما یه جای خواب بگیریم برای بچه‌ها که اونجا بمونن. گربه هر جایی که دلش بخواد میخوابه. خاکشون مثل غذاشون گرون نیست. خاکشون مثلا 20,000 تومان. کنید که وای گربه رو میارم نمیدونم مثل عروسک فلان، خیلی سختی داره، خیلی سختی داره و شما باید به این توجه کنید که ممکنه هر کسی خوشش نیاد از این که شما گربه دارید تو خونتون. باید همه این چیزها رو تو ذهنتون داشته باشید. چرا؟ به خاطر اینکه یکی میاد خونتون میگه وای گربه داری، وای موه گربه، وای نازای فلان اینا، باید اینو به جون بخرید و اصلا براتون اهمیت نداشته باشه. به خاطر اینکه ما نمیتونیم همه آدما رو راضی کنیم که گربه مثلا خوبه و بعد هی توضیح بدیم آقا نازایی نمیاره فلان و اینا. به این هم فکر کنید، چون اگه این چیزا رو ندونید ممکنه که بلا فاصله بعد از اینکه بچه رو میارید پشیمون بشید. اینا رو بدونید که با خیال راحت و هر کیم هر کسی هم که خواست گربه بگیره واقعا باید از ته دلش راضی باشه. آها بچه ها، گربه ها چجوری اسماشون رو یاد میگیرن؟ با تشویقی دادن، با تکرار کردن. محمد خیلی خوب تونست، طلا که خیلی زود یاد گرفت اسمشو، ولی دکمه و کوکی و محمد یادشون داد. یه چیز دیگه ای هم که باید به گربه ها بدیم به خاطر اینکه خودشون رو لیس میزنن و موهاشون میره تو دهنشون، باید مالس بهشون بدید که این 60,000 تومن ایناست. قبلا چقدر بود؟ فکر کنم 20,000 تومن ما میخریدیم. کوکی برو بیا.
دکمه. اسباب بازی بچه‌ها خیلی اون چیزی که خیلی دوست دارن توپه. توپشون رو واقعا دوست دارن. چیزم خیلی دوست دارن لیزر رو واقعا دوست دارن. لیزر اصلا خیلی بامزه میشنن. لیزر رو استفاده میکنیم. ما الان لیزرمون پاتری نداره متاسفانه، ولی من یه فیلم دارم میدم که بذاری توی تر بند یعنی اصلا لازم نیست هزینه کنید. اجازه بدید بدو چم میبینی؟ و اینکه اگه نور خونتون رو کم کنید، مثلا شبا که میرید میخوابید یه نور کوچیکی روشن باشه، یه نور کوچیکی روشن باشه، بچه ها فازه چیز برمیدارن، شکار برمیدارن. سابسکرایب کنید، لایک کنید، کامنت بذارید. هستم پس هستیسه هستم. یه سریاشون هم قیمت بپرسین از ما، اگه تا جایی که میتونین حمایتی گربه بیارین، خیلی هم راحت تر براتون. و اینکه ولی اگه میخواین که نژاددار داشته باشین و میام مثلا براتون مهمه که حتما مثلا اسکاتیش باشه، نمیدونم میبینید مثلا بعضیا یه عکسی میبینن دلشون میخواد، یا فیلمای این گربه ها رو میبینن دلشون میخواد، بعضیا دوستن نژاددار باشه. مثلا اینا قیمتشون رو باشه 20 تومن ایناست 1000 دلاره، بستگی داره دلار چقدره. آره دیگه 1000 دلاره. آره و ما سعی کردیم که شما پیشنهاد داده بودین که همچین ویدیویی با بچه‌ها بسازیم. ما سعی کردیم که تو این ویدیو هر چیزی، هر نکته‌ای که یادمون هست راجع به گربه‌ها بهتون بگیم، که اگه می‌خواید برید گربه بیارید یه سری چیزای زیر اطلاعات داشته باشید. بشین یه چیز دیگه هم، یه نکته‌ای هم که مونده بهتون بگم، اینکه گربه‌های نر کلاً خیلی بغلی‌ترن، کلاً خیلی وابسته‌ترن، یعنی وابسته تر که بیشتر نشون میدن و جثه‌شون هم نسبت به گربه های ماده بزرگتره. الان مثلا شما دست این بچه رو ببین چقدر گنده است. مرسی که ما رو نگاه کردین، امیدوارم که خوشتون اومده باشه و یه سری اطلاعات بهتون اضافه کرده باشیم. خیلی دوستتون دارین. خدافظ. سلام مادر، جگر مادر.